علم و دین وقتی که به فهم کیهانشناسی خواستگاه جهان زیستشناسی خواستگاه حیات و گونه انسان اخلاقیات اتیکس و یا ذهن انسان از هان مغزها، ارواح و اراده آزاد میرسند با همسازگاری دارند علم و دین در هیچ چیزی با همسازگاری ندارند برای فهم خواستگاه جهان حیات انسانها اخلاقیات یا اراده آزاد من به بعضی از اینها به صورت احتمالاً ورای استدلال ما و احتمالاً با اثر کمی بر فهم ما از طرز رفتارمان یا افزایش بهبود رفتارهایمان نگاه میکنم. ایده ای اراده آزاد موضوع بسیار پیشده ای نیست. بله، ما اراده آزاد داریم. اما فقط در لحظه ای که ما تصمیم میگیریم که آیا دکمه را فشار دهیم یا اینکه خروجی دست چپ در جاده را بگیریم که بستگی به این دارد که ما چه انتخابی می کنیم. گرچه این انتخاب بر پایه تجربیات، آموزش و پرورش، تعلیمات و یا ترس کلی ما وابسته است. لذا جواب به این سال هم بله است و هم نه. پژوهش درباره خواستگاه جهان یک مسئله به شدت ساده شده است. مسئله که ما نمی توانیم با آن جواب دهیم چون که موجب سوالی می شود که آیا می تواند نیروی نهادی یا عاملی وجود داشته باشد که می توانسته علت هستی یافتن جهان باشد این ورای استدلال است. اما خواستگاه های حیات و گونه ما قبلا توسط دیدگاه عالی داروین ثابت شده است گرچه البته همیشه سوژه خشم آلود بحث ها و مباحثات وجود دارد اما اگر شما خواستگاهی برای هر ذره از کپک نوعی قارچی یا هر ذره دیگر حیاتی را مورد امتحان قرار دهید شما خواستگاه هوموساپینس ها را هم مورد بررسی قرار داده و در مورد خواستگاه اخلاقیات من خواهم گفت که اخلاقیات قواعد عقل سلیمی هستند که بر اساس احتیاج بقا پیش شده و طوری تحریزی و مقرر شده تا رفتاری را متاثر کنند که به نفع گونه است گرچه من تصور می کنم که مطمئنا قواعد سخت افزاری شده ای یعنی فرگشت یافته و به ارث رسیده از قبل مقرر شدند من هیچ مدرکی برای وجود روح نمی بینم که مطلقا یک مصنوع دینی بوده و یک تسلیم بدخیم به تفکر مشتاقانی است که در قبول گسترده زمان حال از امکان صحبت با هنرمندان مرده و حضور یافتن در جلسات احمقانه جلسه های میز جنبانی مشاهده می شود. دین قدرت خودش را از وعده هایی برای تسکین از ترس از مرگ استخراج می کند و مطمئنا این تسکین را برای کسانی مهیا می کند که انتخاب می تا این وعده ها را قبول کنند. برای من این آموزش نیست بلکه گول زدن است. می توان گول زننده باشد و اغلب هم هست. صحبت کردن با مرده ها، حدس منابع زیرزمینی آب یا مواد معدنی با سیم های خمیده، بشقاب های پرنده و موضوعات مشابه به خوبی تناسب دارد. چون که به سادگی ما تردستان از انحراف توجه، بیان منحرف وضعیت ها و استدلال تحریف شده استفاده میکنیم تا به معجزات ظاهری دست یابیم. یک مثال، هری هودینی بزرگ یک غیب شدن بسیار کارآمد فیل زنده ای را در باغ میدان مدیسون در اواخر سال 1920 با این مشاهده به نمایش گذاشت که بزرگترین و تنها بخش غیرقابل فشردن بدن چنین حیوانی جمجمه آن است. هودینی یک محفظه جعبه مانند بسیار بزرگی را برای فیل تحریزی کرد که دارای پردههایی با هاشی های چیندار بود که میتوانست آن را در سرتاسر سر سمت کناری باز آن به جلو و عقب بکشد بعد از اینکه پرده فیل را از دید مخفی کرد مربی فیل از عقب وارد محفظه شد او فیل را جلو به عقب چرخاند و بعد از آن فیل را روی زمین دراز کرد که در آن وضع فیل بسیار مسطح شد به جز سرش که حالا در طرف دیگر محفظه بود. با مقدار زیادی پارچه و پرده ها انتهای سر فیل پوشانده شد و حالا بدن مسطح شده کمی بر روی کف زمین خمیده شده بود. هورا! وقتی که پرده به عقب کشیده شد، سخت پوست به طور کار آمدی ناپدید شده بود. از این شرحی که همین الان داده شد، شما می توانید مشاهده کنید که چشم بندی هودینی فقط همین بود، که از یک اثر بسری با دکوراسیون ها و عامل کمتر شناخته شده یه تشریح فیل کمک گرفت. به همین طریق شما را میتوان از طرز عمل حقه های ذهنگرایی آگاه کرد که به وسیله آن علم قیبگوها سایکیک می توانند با کمال تعجب واقعی هزار اسامی آدرس های بعضی از کسانی را بخوانند که در سالن های نمایششان نشسته اند و حتی به آنها شماره سریال اسکناس هایی را بگویند که در کیف هایشان همراه دارند. نه، راه حل‌های این مجزات ظاهری در اینجا ارائه داده نمی شوند. من در اینجا نقل قولی از آیزاک آسیموف را بیان می کنم. مردمانی را تصور کنید که به چیزهایی این قبیلی باور داشته و از اقماز کاملی از تمامی یافته های سبورانه ازهان متفکری خجالت نمی کشند که طی قرنها از زمانی که کتب عهد عتیق نوشته شده به دست آمدند. و این همان مردم نادانی هستند که بی اندیشه ترین، بیفکرترین افراد بین ما هایند که خودشان را راهنماها و رهبران همه ما می دانند. من شخصا به تلخی از این امر بیزارم. من کمی بیراه رفته تا اشاره کنم که باور دارم که اختلال عمده در فرایند تفکر ما یعنی دین است که بخش اعظم جمعیت جهان را محکوم به باور به خرافات غیر اقلانی می کند. مثال های زیادی وجود دارند که نشان دهنده چیزی هستند که من باور دارم که دلایل آشکار برای شک کردن و انکار باورها به خدایان و سایر مهوماتی است که به چنین وفوری برای حمایت از آنها فراخوانده شدهاند از شما میخواهم که فقط تعداد معدودی از اصول مسخره ادیان عمده دنیا را در نظر بگیرید ما رپچر به وجد آمدن داریم جایی که در یک تاریخ بسیار نامطمئن در آینده آنهایی که رستگار شدند به سادگی به سمت بهشت شناور شده و گناهکاران را ترک می کنند. گروه دیگر باور دارند که عیسی مسیح کمی بعد از اعدامش به دیدار سرخپوستان آمریکایی آمده است. در گروه دیگری فرشته های تک -تکی برای هر فردی اختصاص داده شده و در سومین دین بزرگ در دنیا گاوها عبادت می شوند. خدای هندو به نام دوگانا در مقعد انسانها زندگی می کند. مسیحیان تولد از باکره و قلب ماهیت را قبول دارند. دیگران باور دارند که سخره ها و درختان دارای روح هستند که در اون آنها زندگی می کنند و فرقه دیگر از گونه ما مرده هایشان را برای لاشخورها بیرون می گذارند تا آنها را ببلند در حالی که دیگران به سادگی اجازه می دهند بچه هایشان بمیرند چون اجازه نمی دهند که به آنها خون تزریق شده یا دخالت های دیگر پزشکی انجام شود. این ها باورهای عمیقی هستند که اکثریت بزرگی از گونه ما انسان ها دارند. با این چون این فرصفه ها و باورهای به شدت متفاوت چگونه یکی از این تقسیمات انسانیت هرگز می تواند امید داشته باشد تا با یکی دیگر کنار آمده یا حتی آنها را تحمل کند؟ جیمز رندی یک تردست سحنی و هنرمند فرار کردن کانادای آمریکایی است که شهرت جهانی دارد. اما به بهترین وجهی به عنوان خستگی ناپذیرترین محقق و رمزگشای ادعاهای ماورای برای پدیده های طبیعی پارانورمال و علم کاذب شناخته شده است. او دریافت کننده تعداد زیادی جایزه و به رسمیت شناختن من جمله عضو بنیاد جان دی و کاترین تیمک مک آرتور در سال 1986 جایزه موفقیت دوران زندگی از انجمنهای هیوانیست آمریکا در سال 2012 و عضویت مادام عمر از اعضای آکادمی هنرهای تردستی گرفته است. در سال 1993 برنامه نووای تلویزیون پی بی اس یک ساعت برنامه درباره کار رندی پخش کرد. به خصوص در مورد تحقیقاتش در مورد یوریگلر و ادعاهای گوناگون مرموز و شفا دادن این که توسط دانشمندان روسی انجام می شوند. او نویسنده کتاب های زیادی است. در سال 1996 بنیاد جیمز رندی تأسیس شد تا کارهای او و چالش دراز مدتی به فراروان بینی سایکیک را دنبال کند. مبنی بر اینکه به مدعی هر نیروی فراروانی ورای طبیعی پارانورمال یا اسرارآمیز یا هر اتفاق این نحوی که تحت معیارهای علمی مورد توافق به انجام برسد و صحتک ثابت شود جایزه یک میلیون دلاری داده خواهد شد هنوز هم هیچ کس جایزه را ادعا نکرده است گفته بود با جیمز رندی مترجم دکتر تقیه کیمیایی اسدی راوی آرش ادیت فنی قاسم قرداغی ناشر آبای بوف, آبای بوف دات کام.